اسم من افشین شهیدی هست. تو مشهد دنیا آمدم و الان تو لندن هستیم. یه اگزیبیت عکسای آرتست پرنس که من مثلا 20 سال باهاش کار کردم اینجا گذاشتیم. My mother and I left when I was around. وقتی 5 سالم بود همراه با مادرم ایران رو ترک کردیم. من در واقع در مینیاپولیس در آمریکا بزرگ شدم. وقتی بچه بودم مادرم یه اتاق تاریک عکاسی داشت و اونجا بود که جادوی ظاهر شدن تصویر روی کاغذ رو دیدم. برای اولین بار پرنس رو در همون مینیاپولیس دیدم. مشغول فیلمبرداری یکی از موزیک ویدیوهاش بود که منم بخشی از گروه فیلمبرداری بودم. فکر می‌کنم وقتی من رو دید به نظرش یه آدم ناآشنا اومدم. اومد جلو و ازم پرسید تو کی هستی؟ در اون زمان پرنس دیگه یه سوپر استار شده بود. همه جای دنیا کنسرت برگزار کرده بود. یه جایزه اسکار برده بود، فیلم ساخته بود، هر روز توی اخبار بود و همه او رو میشناختن. بنابراین نزدیک شدن بهش کار خیلی سختی بود. یادم تهیه کننده ها همیشه میگفتن مواظب باش به صورت پرنس نگاه نکنی، به چشماش نگاه نکن، باهاش صحبت نکن. فکر میکنم یکم اغراق میکردن. او اصلا اینطوری نبود. به جاش میومد و با من حرف میزد و همه میگفتن چرا پرنس با این بچه حرف میزنه. فکر میکنم به هر دلیلی از من خوشش اومده بود. این رو در من دیده بود که خیلی برای فیلم سازی و عکاسی هیجان داشتم و فرصت های دست اول خیلی خوبی رو به من داد. اولین بار که براش عکاسی کردم بیشتر شبیه به یه تست بود. ازم خواست که از خودش و گروهش عکاسی کنم. از روی صورتش نمیتونستم بفهمم که خوشش اومده یا نه. چند تاشون رو خیلی سریع نگاه کرد و به هم پسشون داد و رفت. بعد از اینکه ما رو ترک کرد، تهیه کنندش اومد پیش من و گفت پرنس میخواد که بیای و ازش عکاسی کنی. چند تا ایده توی ذهنت داشته باش. رفتم چند تا مغازه دست دوم فروشی و چیزهای مختلف برای صحنه پیدا کردم. از یه دکوراتور صحنه هم که میشناختم خواستم تا یه دیوار سبز درست کنه که به شیوه خاصی رنگ شده بود. از خونه مادرم چند تا قاب عکس آوردم و روی دیوار گذاشتم. بعد از عکاسی اومد و عکس ها رو دید و گفت دلت میخواد برای تورهام با من بیای؟ هدف من همیشه این بود که طوری از پرنس عکاسی کنم که مردم انتظار دیدنش رو نداشتن. مثلا این خیلی طبیعیه که پرنس رو روی صحنه ببینی، اما اینکه پشت یه تریلی یا پشت نرده ببینیش غیر طبیعیه. توی یکی از عکس‌ها می‌بینیمش که توی یه راه پله با آینه‌های طلایی ایستاده. بر حسب اتفاق این راه پله خونش در لندن بود. وقتی منتظرش بودم که آماده بشه، برای خودم توی خونه میچرخیدم که توی یکی از اتاقها این راه پله رو پیدا کردم. وقتی دیدمش بهش گفتم پرنس، ما باید اینجا یه عکس بگیریم. منظورم این بود که وقتی برگشتیم سر فرصت این کارو بکنیم. او راه پله رو دید و گفت عالیه، 2 دقیقه وقت داری که عکس رو بگیری. این یکی از عکسایی که پشت صحنه ازش گرفتم و بعد با یکم ادیت تو فتوشاپ به یه نقاشی دیواری خیلی معروف روی دیوار استدیوش تبدیل شد. این عکس رو توی خونه پرنس در لس آنجلس گرفتم وقتی مشغول ساختن یکی از موزیک ویدیوهاش بود. این هم مال همون موزیک ویدیوه. متاسفانه سال 2016 پرنس فوت کرد. مرگ پرنس خیلی سخت بود. از نگاه من او آدم خیلی سالم و بشاشی بود. بنابراین برای من و خانواده‌ام خیلی غیر منتظره بود. مسلماً او برای ما فقط یک کارفرما نبود. کسی بود که من وقت زیادی رو باهاش گذرونده بودم و برام مهم بود. این عکس پرنس رو خیلی دوست دارم. چون احساس میکنم او اینجا به یک هنرمند واقعا بالغ تبدیل شده بود. توی عکسایی که من ازش گرفته بودم این یکی از پورتره های مورد علاقه خودش هم بود.